سرنوشت فهیم فنا، شهرت زودگذر یا محبوبیت دائمی؟ سلام دوستان بیننده، خوش آمدید به دیدن و شنیدن موضوع تازه ما از کانال یوتیوب ویژه میدیا. فهیم فنا، ستاره افغان و اشتراک کننده برنامه هنری ابر ستاره تلویزیون جهانی طلوع، مضمون امروزی همه صفحات رسانه های اجتماعی شده است. این روزها جنجال وی با یک خانم به نام شکیلا و داستانشان از عاشقی تا گرفتن پول به بهانه های مختلف توسط فهیم فنا از خانم شکیلا بیشتر در صفحات مجازی دست به دست می شود. سلام علیکم وطنان عزیز، خدا کنه دارای صحت باشین، صحتمندیتان از خداوند پاک خوانم. من شکیلا هستم. چند روز پیش شکایت کردم از خاطر فهیم فنا، به خاطر همین مشکلاتی که داشتم آمدم شکایت کردم در شبکات اجتماعی، گفتم باش که اگر مشکل ما درک کنن. همین مشکل زیاد سیاسرها داره، زیاد مردم افغانستان سیاسرهایش داره. من یک آمدم در شبکات اجتماعی به خاطر آمدم که این یک پند باشه به تمام مردم ملتم، به تمام مردم. من میخوایم که از فهیم فنا یک مصاحبه داشته باشن، یک ازش سوال کنن آیا امی خانم که آبرو و عزت و خود از زیر پا کدک آمد از حق خود دفاع کد، امی راست میگه یا دروغ میگه؟ به شبکات اجتماعی در تمام دنیا تکان خورد، اما فهیم فنا یک بار حاضر نشد که ای بیای مشکل مرد درک کنه، مشکل مردم درک کنه که پولایی که دادیم چرا حاضر نیست، چرا نمیگه آ من میتم اینی پولایش میتم. خودش مثل یک چوار گریه میکنه پشت تلفن که کار مرا جور کو، بار مرا که کار مجور نمیکنی اینجا مرا پوپنک میزنه، بار می که پوپنک بزنه. تو از رازای ما چی خبر داری و احمق زنکه، زنکی بی شرم و بی حیا، خجالت بکش. تو را چقدر است که در زندگی مداخله میکنی؟ ما که اگه ببخشم به تو مربوط نیست، اگه نبخشم به تو مربوط نیست. او چلو خاک دمی سر تو مردارخوری کثیف شرابی بودری که تمام روز میری در کلاپا رقص میکنی، جانلچ میرقصی پیش عمگی، بلای امون خسران در سرت که تو خوشوی تا بیچاره را پیشوری کلگی بیاب میکدی، به حیای زن. فهیم ما یک چی دیگه برات میگم، پیسای مرازر که تا یک ماه دیگه برمه وقت بده. آقای فهیم فنا به نسبت علاقمندی خاصی که برای ستاره افغان شدن داشته، 5 بار در دوره های رقابت های ستاره افغان اشتراک کرده است که بالاخره به اثر سعی و تلاش و زحمت کشی های بسیار توانسته در دوره قبلی برنامه ستاره افغان موفقانه شامل پروسه انتخاب ستاره افغان با حضور داوران و با گرفتن رأی مردم شود، که خوشبختانه در بهار سال 1399 لقب ستاره افغان را به نام خودش رقم زد. فهیم فنا از رشته انجینری فارغ گردیده و چندین سال می شود با هنر آوازخوانی مصروف می باشد. وی در ایام نوجوانی زیادتر به آهنگهای هنرمندان محبوب افغانستان چون مرحوم احمد ظاهر، استاد ناشناس، اختر شوکت و استاد شادکام گوش میداد. پس از آن که سبک خود را قوالی انتخاب کرده، بیشتر علاقمند شنیدن آهنگهای استادان کشور هندوستان همانند نصرت فتح علی خان و راحت فتح علی خان می باشد. فهیم فنا میگوید که اکثرا آهنگهای قوالی را خودش کمپوز می کند. در اوقات بیکاری او معمولا کتاب مطالعه می کند و در جریان مطالعه اشعار از شاعران مختلف اشعار خوب را که مورد پسندش قرار می گیرد برایش کمپوز آماده می کند. فهیم فنا بسیار براحتی می تواند به زبانهای معروف افغانستان مانند دری، پشتو و ازبکی آهنگ بخواند. همچنان او آهنگهای هندی را در برنامه های رسانه‌ایش زیبا اجرا می کند. درباره فهیم فنا، منوچهر فرادیس، یکی از نویسنده های مشهور و مطرح افغانستان، نوشته است: فهیم فنا از روی شوق چند روزه جوانی، از روی احساساتی که برای جلب توجه جنس مخالف باشد یا شهرت زودگذر تا محبوبیت دائمی، پا به عرصه موسیقی نگذاشته است. او خیلی خیلی کم سن بود که نشان داد موسیقی در خونش است. سالهایی که در پشاور پاکستان بودند و آن وقت کودک بود، انگار خاک او را از موسیقی سرشته بود. شاید در میان دهها جوان علاقمند عرصه موسیقی، کسی نام کتاب سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان جناب مددی را نشنیده باشد، اما فهیم فنا آن را تهیه کرده و ریشه های موسیقی کشورش را دوست دارد. فهیم فنا تلاش کرده است که
واژه ها را درست تلفظ کند و از برادران اهل ادبیاتش در این بخش کمک بگیرد. هر کسی که به هنر جدی نگاه کند و باور داشته باشد خط سرخی دارد و من نیز خطهای سرخ فراوان در عرصه هنر دارم که عبور از آن برایم تا حال ناممکن بود است. فهیم فنا را وقتی جدی گرفتم که پیشنهاد وضع موجود موسیقی را رد کرد. وضع مبتذل جاری امروز موسیقی ما پیشنهادی که صدا از تو باشد و رقصاندن دختران و بردنت به تاجیکستان و ازبکستان از ما. آره، به قول فرهاد دریای عزیز، موسیقی نیاز به رقصاندن دختران ندارد. آنی که با ابزار ساختن زنان صدایشان را عرضه می کنند خود ابزاری هستند برای دیده شدن رقص آن دختران بازاری، رقص های مبتذل و بازاری تر، نه اینکه آوازخوان باشند یا هنرمند. و یکی از تمایزها میان هنرمند و سازنده در زمانه کنونی به نظر من همین است. امیدوارم در این بازار سکس و سرمایه فهیم فنا آلوده نشد و راهی را که رفته فنای چنین چیزها نکند و در راهی که دیگران خودشان را فنا کردند، دیگرانی که هنر نداشتند، او فنا نشود و من با شناختی که از او دارم احساس میکنم بتواند خودش را فنای موسیقی بکند و راه بزرگانی چون حافظ، مرزا غالب دهلوی و نصرت فتح علی خان، استاد سراهنگ احمد ظاهر و غیره هنرمندان خوب را برود و کارهای موندگاری به جا بگذارد. اما فنای عزیز، باید بدانی که این راهی را که تا حال رفته ای و سالهای فراوان ریاضتها کشیده ای، با ظاهر شدنت در پرده تلویزیون دشوارتر شده است و نیاز به ریاضت بیشتر داری. در گذشته در خلوت خود تمرین ها کردی و برای ما و دوستانت خوندی، اما اکنون دیگر فهیم فنای هستی که هزاران شنونده داری و این کار را سخت‌تر می‌کند، چون توقع مردم بیشتر شده از خودت و حق دارند، چون حمایتت کردند و این باعث نیرو و انگیزه بیشترت در این راه شده است. اگر تو ریاضت هنری را به قول استاد سراهنگ فراموش نکنی، میتوانی و تا حال نشان داده ای که میتوانی. اما همان گونه که فرهاد دریای صاحب نظر عرصه موسیقی و صاحب نام هنری برای توصیه کرد، تو نیاز به تلاش و کار بیشتر از این داری تا گوهر درون را ظاهر بسازی و ماندگار شوی. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان. لطفاً کانال یوتیوب ویژه میدیا را سابسکرایب نمایید.